سلام به سفیده آخر هفته از واشنگتن خوش آمدید. من فرناز قاضی‌زاده هستم. ساعت حدود 6:30 است در لندن هست، ساعت 1:30 است در واشنگتن و 10 شب تهران. دو روز بعد از رای گیری در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، شمارش آرا کماکان ادامه داره، در حالی که رقابت دونالد ترامپ و جو بایدن در ایالت‌های کلیدی بسیار نزدیکه. برای جزئیات بیشتر بریم سراغ کیوان حسینی که در تمام یکی دو روز گذشته دقیق‌ترین خبرها رو دنبال کرده و در جریان. کیوان، به ما بگو تازه‌ترین خبرها چیه؟ ممنونم فرناز. مهمترین تحولی که بر اساس برآوردهای بی بی سی در نتیجه انتخابات ایالات متحده آمریکا رخ داده این هستش که در ایالت ویسکانسین بی بی سی به این نتیجه رسید که در نهایت جو بایدن برنده این انتخابات خواهد بود. این یک نتیجه‌گیری بسیار مهم هست و یک پیروزی خیلی استثنایی برای جو بایدن، چرا که بهش کمک میکنه تا در این ده رای کالج انتخاباتی که در اینجا به دست میاره راهش برای رسیدن به کاخ سفید هموار بشه. دومین تحول مهم و تازه در ارتباط با ایالت نوادا هست که به روز رسانی شمارش آرا در اونجا ساعتی هست آغاز شده و اتفاقا با سرعت جالبی هم داره پیش میره. حدود 90 دقیقه پیش شروع شد به روزرسانی این آمار. در ابتدا 85% آرا شمرده شده بود، حالا رسیده به 89% آرا و در اون جو بایدن همچنان از رقیب خودش دونالد ترامپ پیش هست. در ابتدا بعد از اینکه مثلا به 87% آرا رسیده بود، فاصله به 12,000 رای رسید بین آقای بایدن و آقای ترامپ، اما یکی 2% دیگه که بهش اضافه شد فاصله کمتر شد. در حال حاضر حدود 11,000 رای آقای بایدن از آقای ترامپ پیش هست و بعد نیست یادآوری بکنم که خانم کلینتون در سال 2016 با بیش از 20,000 رای موفق شد که در این ایالت آقای ترامپ رو شکست بده. در باقی ایالت‌ها همچنان شمارش آرا ادامه داره. منتظر هستیم که در آریزونا که یکی دیگر از ایالت‌های مهم امشب هست نتایج بیشتری به دستمون برسه. در 86% آرای شمرده شده آقای بایدن 50.5% آرا رو به دست آورد، در مقابل 48.1% آرا که آقای ترامپ بهش رسیده و میشه گفتش که پیشتازی قابل قبولی داره و بسیاری منتظر هستن تا در نهایت ببینن که در این ایالت مهم و سرنوشت‌ساز در این انتخابات چه اتفاقی رخ میده. در این سوی نقشه کالج انتخاباتی ایالات متحده آمریکا، در جورجیا هم همچنان آقای دونالد ترامپ پیشتاز هست، براش بسیار مهم هست، 97% آرا شمرده شده و همینطور که میبینی میزان فاصله این دو نامزد بسیار کم هست، 0.3% میزان اختلاف آرای آقای ترامپ و آقای بایدن در ایالت جورجیا است، هرچند همچنان بسیار انتظار دارند که آقای ترامپ در این ایالت برنده بشه. کارولینای شمالی 15 رأی کالج انتخاباتی داره، 96% آرا شمرده شده و آقای ترامپ در اون هم پیشتاز هست و البته آخرین و ایالتی که چه بسا تبدیل بشه به مهمترین ایالت در نهایت پنسیلوانیا هست، چرا که 20 رأی الکترال داره و رقابت اونجا هم رقابت بسیار تنگاتنگی هست. برای دوران طولانی آقای ترامپ پیشتاز بود، اما شمارش آرای غیر حضوری شروع شد و از اونجا بود که آروم آروم میزان اختلاف آقای ترامپ و آقای بایدن کم شد تا جایی که از 900,000 رأی در شب اول الان رسیده به 114,000 رأی اختلاف. آقای ترامپ همچنان در این ایالت از رقیب خودش در حزب دموکرات پیش هست. فرناز کیوان، یک سوالی که به نظر میاد که خیلی از بینندگان ما هم براشون پیش اومده، به خصوص کسانی که میتونن از رسانه‌های مختلفی خبرها رو دنبال بکنن، این هستش که چرا این عددها با هم فرق داره؟ چرا در مورد اینکه چه کسی پیش هست، چه کسی کدام ایالت رو از آن خودش کرده، هماهنگ نیستن و خبرها هماهنگ پیش نمیره؟ فرناز، علت اصلیش پوشش رسانه‌ای استثنایی ایالات متحده و انتخاباتش هست که هیچ شباهتی به دیگر انتخابات نظام‌های جمهوری شبیه به این نداره. آنچه که ما به عنوان نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در رسانه‌ها بازتاب می‌دیم، آمار رسمی شمارش آرای این انتخابات نیست. تک تک اینها برآوردهای رسانه هاست در ارتباط با نتیجه‌ای که در اون ایالت قراره به دست بیاد. به عنوان مثال، آنچه که من بر روی این دیوار نشون میدم در برنامه‌های تلویزیون فارسی بی بی سی،
برآورد سازمان رسانه‌ای بی بی سی هست. این سازمان‌های رسانه‌ای مختلف امکان داره از روش‌های مختلفی استفاده بکنن و زودتر یا دیرتر به این نتیجه برسند که میتونن پیش بینی بکنن که در ایالت‌های مختلف چه وضعیتی امکان داره رخ بده. مثالی که میتونم بزنم ایالت آریزونا هست. بی بی سی همچنان معتقده که نمیشه زود هست که بتونیم پیش بینی بکنیم که آیا بایدن در این ایالت برنده شده یا ترامپ. اما مثلا شبکه خبری فاکس نیوز یا خبرگزاری آسوشیتد پرس خیلی زودتر به این نتیجه رسیدند که میتونن پیش بینی بکنند و بر اساس اطلاعاتی که داشتند و داده‌ها و تحلیلی که داشتن از وضعیت ایالت آریزونا، تحولات سیاسی اجتماعی این ایالت، اون شهرستانی که ایالتاش درش باقی مونده و تغییرات جمعیتی که در 4 سال گذشته در اونجا رخ داده، پیش بینی بکنند که آرای باقی مونده بیشترش به حساب آقای بایدن خواهد رفت. ما این اطلاعات رو در دست نداشتیم و در نهایت هنوز به این نتیجه نرسیدیم که با اطمینان میشه گفتش که آقای بایدن در این ایالت پیش در واقع برنده خواهد شد وقتی که باقی مانده آرا هم شمارش بشه، چرا که از نظر ریاضی به راحتی اگر اون آرای باقی مونده شمارش بشه، این در واقع فرصت و امکان همچنان برای آقای دونالد ترامپ هست که در اون ایالت بیشترین رأی رو به دست بیاره و آرای کالج انتخاباتی اون ایالت رو از آن خودش بکنه. در نهایت آنچه که در اینجا می‌بینیم همونطور که گفتم برآورد رسانه‌هاست و آمار رسمی به عنوان سرتیفاید ووت این انتخابات برای تک تک این ایالت‌ها هفته‌ها دیرتر اعلام خواهد شد. فرناز، متشکرم کیوان. همکارم کیوان حسینی از مقابل دیوار اطلاعاتیش در لندن که به ما جزئیات رو گفت. اما طی شب گذشته شرایط کمپین جو بایدن تغییر زیادی کرد، از ناامیدی به سمت امید بیشتر رفت. خبرنگار ما بهمن کلباسی در مقابل مقر آقای بایدن بود، آقای بایدن سخنرانی هم کرد. بهمن، در مورد صحبت‌های او به ما بگو و اینکه او چه گفت و آیا این سخنرانی همون سخنرانی بود که طرفدارانش انتظارش رو داشتن، سخنرانی پیروزی؟ دیروز همچون که دیدیم صحبت آقای بایدن این بود که شک و تردیدی در پیروزی نداره، ولی از اعلام اون تا پایان شمارش آرا پرهیز میکنه. حدود 2 ساعت پیش فرناز اینجا رئیس خانم اومالی، رئیس کارزار انتخاباتی آقای بایدن، یک کنفرانس خبری داشت و درش باز هم یکی یکی این ایالت هایی که کیوان بهشون پرداخت رو حرف زد در موردشون. وضعیت آقای بایدن رو در اونها از دید کارزار آقای بایدن، از دید اونهایی که دارن در اون کارزار کار میکنن و کارشناسانشون تشریح کرد و پیام کلیش این بود که در عینی که باید صبور بود، ولی اونها اطمینان کامل دارن به پیروزی و پیروزیشون گزینه های مختلفی داره، هم از طریق موفقیت در نوادا و آریزونا، هم از طریق پیروزی احتمالی در جورجیا و البته پنسیلوانیا. در نتیجه هر چهارتای این ایالت رو در موردشون حرف زد، در حالی که خیلی مشخص گفت که در کارولینای شمالی خیلی امیدوار نیستن. در نتیجه این ارزیابی که داد خانم اومالی از دید اونها نشانگر این بود که مطمئنن آرایی که مانده وقتی شمارش بشه به موفقیت میانجامه. اخباری هم بود اینجا که قرار اگر تکلیف این ایالت‌ها امشب معلوم بشه که به 270 برسه، آقای بایدن یک جشن پیروزی، یک سخنرانی پیروزی هم اینجا برگزار خواهند کرد، ولی ممکن است که این موکول به فردا شب بشه، بسته به اینکه در نهایت ما کی آرای نوادا و آریزونا و همچنین جورجیا و پنسیلوانیا رو همش رو داشته باشیم، یا اینکه همش رو هم اگه نه به قدری که بشه بر اساس اونهایی که مانده قضاوت کرد که کدامشون قطعا پیروز شدن. این اتفاقی است که در شبکه‌های آمریکایی از در روزهای گذشته، در 48 ساعت گذشته بارها کردن، منتظر شمارش همه آرا نموندن. وقتی که می‌بینن که ترکیب آرا به چه شکلی است و دیگه راهی برای پیروزی یکی از رقبا در یک ایالت وجود نداره، اعلام می‌کنن که ما پیش‌بینی می‌کنیم که اون ایالت به دست به پیروز شده یک کاندیدارش یا دیگری، همین کاری که کیوان جلوی اون دیوار داره انجام میده. در نتیجه اونها در عینی که میگن باید منتظر بمونیم که آرا مشخص بشه، اون وقت ولی همچنان اطمینان دارن که وقتی که مشخص بشه نتیجهش پیروزش آقای بایدنه. همین دقایق پیشم یک قاضی در ایالت میشیگان یکی از شکایت‌های آقای ترامپ برای توقف شمارش رو رد کرده و توی همین کنفرانس خبری هم
یک مقام یک کارشناس قضایی کارزار آقای بایدن هم گفت که ما هیچ نگران این شکایت ها نیستیم چون میدونیم که در دادگاه ها شکست خواهد خورد. در نتیجه حتی خیلی هم به نظر نمیاد که این مسئله شکایت ها و توقف شمارش آرا و حرفایی که آقای ترامپ توییت کرده در این دو ساعت گذشته و اینها رو جدی گرفته باشن. ولی خب آقای ترامپ تاکید داره که تقلب گسترده‌ای در جریانه و آرا شمارشش حداقل در ایالت هایی که به نفع او نیست باید متوقف بشه. متشکرم از تو بهمن کرباسی، خبرنگار ما از مقابل مقر جو بایدن با ما. اما اینجا در استودیو هم همکار دیگرم با ماست، کامبیز فتایی. کامبیز فتایی رو گفتم بیاد اینجا که به ما در مورد این شکایت ها بگه. شکایت ها بیشتر از طرف کمپین آقای ترامپ صورت گرفته، چقدر شانس داره؟ همین الان بهمن در مورد یکیشون گفت که به نظر میاد رد شده. خب شکایت ها در تمام این ایالت‌های حساس در جریان هست، بر دو نوع هم هست. یعنی یک ادعا این است که اگر داره مشروعیت و قانونیت این آرا رو، آرای غیابی و پستی رو زیر سوال می‌بره، این است که در واقع تا روز، در بعضی از این ایالت‌ها به خصوص در پنسیلوانیا تا روز جمعه، یعنی همین امروز باشه، فردا باشه ببخشید، آرایی که غیابی و پستی هست تا ساعت 5 بعد از ظهر هم برسه اینها باید شمرده بشه. یکی این مسئله است که اینو غیر قانونی و غیر مجاز میدونن، البته نتونستن جلوش رو بگیرن چرا که قانون ایالت هست، دیوان عالی ایالتی در واقع پنسیلوانیا هم از این مسئله حمایت کرده، ولی بسیاری از شکایت هایی که از طرف ستاد آقای ترامپ داره میشه بر مبنای مسئله فنی هست یا ادعاهایی است که دارن میگن تخلفات انتخاباتی صورت گرفته، از جمله آخرینش در نوادا هست، دارن میگن که 10,000 رای افرادی که ساکن ایالت یا اون حوزه رأی‌گیری نبودند اونجا اومدن رأی دادند و این در واقع ادعا رو دارن مطرح میکنن. در ایالت دیگر در جورجیا ادعا شده بود که 53 رأی غیر مجاز ترکیب شده با آرای قانونی، بنابراین به خاطر یک چنین تخلفات ادعایی و نسبت داده شده ای میگن که شمارش آرا باید متوقف بشه. در جورجیا قاضی رد میکنه این شکایت رو، چرا که طرف مدعی باید یک مدرکی ارائه بده در مورد این ادعا و این کار آسانی نیست. چون تا به حال یک چنین مدارکی که یک تخلفاتی صورت گرفته شده باشه مطرح در واقع هنوز به نظر نمیاد در دسترس باشه. در ایالت در واقع ایالت‌های دیگر هم در دادگاه‌های ایالتی به جایی نرسیدن که الان می‌بینیم در همین نوادا می‌خوان برن به دادگاه فدرال. بنابراین یک کمپین حساب شده هست در تمام این ایالت‌ها مطرح شده، منتها اون چیزی که آقای ترامپ در توییتر میگه که متوقف کنه شمارش آرا رو و الان به دادگاه رفته، هنوز توقفی نمی‌بینیم. یک پیروزی مقدماتی در فیلادلفیا داشتن که اجازه بهشون داده شده که از 2 متری فقط ناظران ستاد انتخاباتیش تماشا کنند، نگاه بکنند روند شمارش آرا رو. و کامیس، چقدر معمول هست چنین شکایت‌هایی در انتخابات پیشین؟ چقدر اتفاق افتاده؟ خب پیش میاد، مسلمه. خب بزرگترینش سال 2000، انتخابات 2000 هست، در یک ایالت در فلوریدا بود. در بعضی از ایالت‌ها خب این مسائل مطرح میشه، دو طرف اصلا به خصوص در این دوره صدها وکیل رو آماده میکنن، تیم حقوقی دارن آماده ان در ایالت‌های مختلف برن و شکایت کنن، دفاع بکنن. در این مورد که آقای ترامپ به کل مشروعیت و در واقع قانونی بودن آرای پستی رو زیر سوال میبرد، که ستاد انتخاباتی آقای بایدن به شدت آماده بود و دیدیم دیروز هم اعلام کردن که خواهان کمک مالی طرفداران شدن که بتونن در این دادگاه ها برن هزینه این وکلا و مشاوران حقوقی رو بدن، ولی در به این شکل گسترده و سیستماتیک با این هدف که قانونی بودن و مشروع بودن آرای پستی رو بخوان به چالش بکشن رو تا به حال شاهدش نبودیم. ممنونم از تو همکارم کامبیز فتایی، اینجا با ما در استودیو. اما این انتخابات بر بازارها مشخصا تاثیر داره، حالا به خصوص بازار انرژی که دو نامزد نظرات خیلی متفاوتی در مورد اون دارن. اجازه بدید سارا بخشوری رو دعوت بکنم به برنامه. سارا بخشوری کارشناس نفت و گاز و انرژی در مؤسسه بین المللی SVB هستن. خانم بخشوری، کلا آیا این روند شمارش آرا و وضعیتی که درش هستیم رو بازارها بهش واکنشی نشون دادن یا نه؟
خب حالا من بیشتر روی بازارهای انرژی اگر بخوام برای شما صحبت کنم، میشه گفت که یک مقدار عدم قطعیت وقتی که خب طولانی میشه بازار دچار استرس میشه و نمیدونه که دقیقاً به چه سمتی باید حرکت کنه. مثلا امروز بیت کوین خیلی افزایش شدیدی پیدا کرده ولی روی هم رفته، بازار سهام همه مثبت بوده امروز و بازار نفت تغییر خیلی عمده ای رو نداشته، ولی خب میشه گفت که به صورت خیلی همه در بازار منتظر هستن که نتایج مشخص بشه. اشاره کردم که این دو نامزد نسبت به انرژی واکنش های بسیار متفاوتی دارند، خیلی متفاوت میبینند بازار انرژی رو. اگه شما به ما بگید که در صورت پیروزی هر کدوم از اونها شاهد چه تحولاتی خواهیم بود؟ اساساً آیا بازارها خودشون آماده کردند برای مثلا جو بایدن در کاخ سفید، یا فکر میکنن که آقای ترامپ ادامه خواهد داد؟ این دو نامزد میتونم براتون بگم که آقای ترامپ بیشتر حامی بازار نفت و تولید کننده های نفت هست و لابی های نفتی از ایشون حمایت میکنن. آقای بایدن بیشتر لابی های شرکت های گاز و تولید و صادرات LNG و گاز و همینطور انرژی های نو از ایشون حمایت میکنن، به دلیل اینکه سیاست های ایشون سیاست های هست که تقاضا و مصرف نفت خام و مثلا نفت های سیاه، ما بهش میگیم نفت های سنگین تر، رو به سرعت کاهش بده و به سمت مصرف بیشتر از گاز و انرژی های نو بره، در حالی که اون طرف ماجرا آقای ترامپ خیلی حامی بازار نفت، قیمت ها و تولید کننده ها هستن. در شرایط امروز که به دلیل کرونا بازار در یک عدم قطعیت بسیار بزرگ به سر میبره، به دلیل اینکه مشخص نیست که کی و به چه شدت و سرعتی این تقاضایی که به دلیل کرونا و قرنطینه های خانگی آسیب دیده و کاهش دیده کی قرار هست که به حالت عادی برگرده، اوپک تمام سعیش رو کرد که از در زمینه عرضه یک اطمینان و قطعیت رو به بازار نشون بده و بازار رو مطمئن کنه که تعادل رو برقرار خواهد کرد، ولی آقای بایدن مخصوصا به دلیل اینکه برای تقاضا قرار هست تقاضای نفت مشکل ایجاد کنه و همین که بحثی رو که اگر آقای بایدن به JCPOA و برجام برگره و نفت ایران دوباره وارد بازار بشه، همه اینها برای بازار نفت عدم قطعیت‌های بیشتر و سردردهای بیشتری هست که مسلما موجب تاثیر منفی روی قیمت‌های نفت خواهد شد. در مورد تاثیر منفی در قیمت نفت که صحبت می‌کنیم، نمی‌تونیم یادمون بره که همین چند ماه پیش اتفاقات عجیب و غریبی در بازار افتاد، حتی در یک مرحله به این نتیجه رسیدن که مجانی حتی بخشی از نفت رو ارائه بکنن و خیلی تاریخی بود. آیا اون چه که امروز در جهان شاهدش هستیم، وضعیت در واقع کرونا و رکودی که حاصل شده، اون هم نقش بازی میکنه که بازار نفت به کدوم یک از این دو نامزد علاقه بیشتری داشته باشه؟ بله، بازار نفت همونطور که گفتم با آقای ترامپ علاقه بیشتری داره، به چند دلیل. یکی اینکه آقای بایدن طرفدار گذاشتن قرنطینه های سختگیرانه تر و قوانین سختگیرانه تر برای عبور و مروره که تأثیر میذاره مستقیما روی تقاضای نفت، کمتر مردم رانندگی کنن یا سفر کنن، بنابراین تقاضایی که به دلیل کرونا آسیب دیده اگر آقای بایدن رئیس جمهور بشه و در آمریکا ممنوعیت‌های بیشتری گذاشته بشه، هم در آمریکا و هم در بازار جهانی تقاضا به سرعت کاهش پیدا می‌کنه. از طرف دیگه آقای ترامپ در اوپک نقش خیلی مؤثر و مهمی رو ایجاد کرد برای اینکه کمک کنه به اعضای اوپک پلاس و اوپک و روسیه که این تعادل در بازار ایجاد بشه و اونها به توافق برسن. دولت آقای ترامپ و وزارت انرژی ایشون خیلی رابطه نزدیکی حتی با روسیه و اوپک دارن برای بررسی و مرور و کنترل دائم قیمت‌های نفت. اگر آقای بایدن رئیس جمهور بشن، گروه ایشون بیشتر دیپلماسی انرژیشون تاکید داره روی گذار از نفت به انرژی های نو و گاز و بنابراین براشون خیلی مهم نیست که قیمت های نفت کاهش شدید پیدا کنه یا تولید کننده های نفت آمریکا تولیدشون کم شه یا سود نکنن. نکته دیگه اینه که آقای ترامپ در کمپین خودشون در مورد
و سختگیری های جدید روی حفاری در آمریکا صحبت کردن. اگر به دلیل ورود ایران یا به خاطر ایشون به هر دلیل یا عدم توافق اوپک قیمت ها سقوط کنه، خیلی کمک میکنه به ایشون که تولید کننده ها بدون اینکه ایشون بخواد در شرایط کرونا و در شرایطی که صنعت نفت آمریکا بیکاری های زیادی رو به خودش دیده، بدون هر دعوا و درگیری تولید آمریکا مخصوصا در زمین های فدرال کم بشه. و در هم و با همه اینها اگر آقای بایدن رئیس جمهور بشه، تمامی بانک ها و شرکت هایی که اعتبار واگذار میکنن و میدن به تولید کننده های نفت آمریکا، حتی اگر تولیدشون در زمین های فدرال آمریکا نباشه که رئیس جمهور نمیتونه اونها رو ممنوع کنه، اعتبارات خیلی کمتری رو به این شرکت ها میدن. در شرایطی که قیمت نفت خیلی پایینه، تقاضا بسیار کاهش پیدا کرده، آقای بایدن ممکنه نه تنها تقاضا رو بیشتر کاهش بده، اگر نفت ایران رو برگردونه به بازار، یک عرضه جدیدی به بازاری که اصلا تحمل یک قطره اضافه عرضه رو نداره وارد خواهد کرد، و در نهایت نه در اوپک ممکنه که دخالت چندانی بکنه، و همه اینها باعث میشه که هم تولید کننده های نفت شل در آمریکا و هم در دنیا از این سیاست های آقای بایدن آسیب ببینن. شما اشاره کردید به اینکه اگر آقای بایدن به برجام برگرده و اگر که امکان فروش نفت برای ایران فراهم بشه، حالا بازار چه واکنشی داره، اما واقعا چقدر ایران میتونه برگرده و اون بازاری رو که در اختیار داشته رو دوباره از آن خودش بکنه؟ میدونیم که به هر حال رقابت در بازار نفت خیلی سنگین هست. از لحاظ فنی و تکنیکی ایران مشکل چندانی برای افزایش تولید خودش نداره و میتونه تولید خودش رو افزایش بده. مشکل اصلی ایران دو عامل هست. یکی که همون که شما گفتین گرفتن سهم بازارش هست. اگر که ایران به طور رسمی آمریکا اجازه صادرات نفت اون بده، اوپک موظف میشه که جا رو برای ایران باز کنه، به دلیل اینکه ایران ماهاست که صادرات رسمی نداشته و اینکه تولیدش به شدت کاهش پیدا کرده. مگر اینکه اوپک به این نتیجه برسه که قرار وارد جنگ دوم نفتی بشه که چند ماه پیش در ماه آوریل و می مشاهده اون بودیم، و اینکه هر کسی هر چقدر میخواد تولید کنه، باز هم ایران میتونه یک مقدار بازار خودش رو به دست بیاره. نکته‌ای که وجود داره اینه که آیا واقعا آقای بایدن اجازه خواهد داد صادرات نفت ایران بر اساس چیزی که همه بازار انتظار داره وارد بازار بشه، و چقدر. چیزی که ما پیش بینی میکنیم اینه که آقای بایدن احتمالاً برای ایجاد انگیزه برای ایران که برگرده به میز مذاکره، اجازه بده که مقداری از صادراتش رو برگردونه، مثلا مقداری بین 500-700 هزار باشه که تقریبا صادرات غیر رسمی ایران همین هست. یعنی در بازار به صورت فیزیکی و واقعی تغییر ایجاد نمیشه، ولی ایران میتونه اون مقدار رو به صورت رسمی بفروشه. اگر ایران موافقت نکنه، شاید فرض کنید تا پایان سال آینده به 1 میلیون بشکه اجازه بده که ایران صادر کنه، بنابراین چیزی بین 500 تا 1 میلیون بشکه که فرق زیادی بین چیزی که فرض کنین آمارها نشون میده نخواهد بود. یعنی ایران یک دفعه صادراتش به شدت وارد بازار نمیشه. اما چیزهایی رو که من میبینم، علائمی که در بازار وجود داره اینه که حتی اگر ایران با این موضوع موافقت کنه که فقط بخشی از صادراتش وارد بازار شه و بخواد مذاکرات رو شروع کنه، نکته‌ای که وجود داره اینه که اولا آقای بایدن هم لابی هایی که مخالف ایران هستن در دولت ایشون خواهند بود. برنامه موشک ایران یکی از نگرانی‌های اصلی اونها هست، و از همین الان رسانه‌های آمریکا و مقامات آمریکا در مورد اینکه تحریم تسلیحاتی علیه ایران منقضی شده و ایران ممکنه که فرض کنیم به ونزوئلا که در نزدیکی آمریکا موشک صادر کنه، همه این سر و صداها داره بلند میشه. بنابراین و چیزی که ما صحبت کردیم با افرادی که در زمینه سیاست انرژی و دیپلماسی انرژی هم در دوره آقای اوباما بسیار در رده بالایی بودن و هم الان در کمپین آقای بایدن مشغول هستن، همگی به این نکته اذعان داشتن که آقای بایدن تا وقتی که تحریم تسلیحاتی و این مدت اون تمدید نشه، اجازه صادرات کامل رو به ایران نمیده. بنابراین اگر اجازه برای صادرات باشه، صرفا موقتی و برای ادامه مذاکرات خواهد بود، ولی باز هم از لحاظ روانی تأثیر منفی رو روی بازار خواهد گذاشت، به دلیل اینکه هر
صحبتی از هر گونه تعرضه اضافه در بازار، بازار رو متشنج میکنه، مگر اینکه اوپک به صورت رسمی اعلام کنه که فرض کنین اگر 500 هزار بشکه یا 1 میلیون بشکه نفت ایران وارد بازار میشه، اوپک تولیدش رو کم میکنه. همه اینها در حالتیه که اوپک و روسیه در حال حاضر در بیشترین حد تاریخی خودشون تقریبا تولیداتشون رو کم کردن و برای اونها چالش بزرگیه. متشکرم از شما سارا وقشوری، کارشناس انرژی در مؤسسه SVB. ممنون که وقتتون رو به ما دادید. اینجا در آمریکا طبیعی هست که انتخابات و نتیجهش رو خیلی دقیق دنبال میکنن، اما ایرانی ها هم در سراسر جهان به دقت نتیجه این انتخابات رو پیگیرند. برای بسیاری بازگشت تحریم ها توسط دونالد ترامپ که از برجام بیرون رفته بود دلیلی برای تنفر از او بود. برعکس، بخش قابل توجهی از مخالفان جمهوری اسلامی او رو محبوب میدونن و ادامه حضورش در کاخ سفید رو برای پایان جمهوری اسلامی لازم، در حالی که بایدن رو ادامه اوباما میبینند که معتقدند با جمهوری اسلامی مماشات کرده. اما آیا اساساً این انتخابات اونقدرها که گفته میشه بر سرنوشت ایران و ایرانی ها تأثیر داره؟ دو مهمان داریم. مرتضی فیروزی با ما، تحلیلگر روابط بین‌الملل از تهران، خوش آمد میگم به آقای فیروزی. و اینجا در استودیو هم مهدی خلجی، تحلیلگر ارشد در مؤسسه واشنگتن همراه ما هستن. خوش آمدید آقای خلجی. نظر شما چیه؟ واقعا اونقدر که گفته میشه این انتخابات در سرنوشت ایرانی ها موثر هست؟ به هر حال از اونجا که مسئله مهم ایران الان تحریم ها هست و تقریبا شکی نیست که جمهوری رو داره آماده میکنه برای دور جدیدی از مذاکرات با رئیس جمهور آینده آمریکا، حالا چه ترامپ باشه چه آقای بایدن، به نظر میرسه که تأثیر اقتصادی خیلی مهمی خواهد گذاشت. یعنی اینطور نیست که تأثیرگذار نباشه از نظر اقتصادی، به دلیل اینکه حداقل در دو بخش، یکی بخش نفت و یکی بخش سیستم بانکی، تحریم ها غیر قابل تحمل هستن. و من فکر میکنم که اولویت دولت ایران این هست که تلاش خودش رو بکنه که تحریم ها در این دو زمینه رو حداقل تا جای ممکن هرچه سریعتر برداره، به طور کلی یا حداقل تا یه اندازه جدی برداره. خب این تأثیر میذاره بر اقتصاد ایران، بازارهای ایران رو باز میکنه به روی جهان و همینطور میتونه تأثیر بذاره در وضعیت معیشتی مردم تا یه اندازه. میپذیرم تا یه حدی ممکن هست که اینطور باشه، اما قبول دارید که حتی بعد از برجام هم اونطوری که گفته میشد فضا باز نشد؟ خیلی از کسانی که انتقاد دارن به این که اصلا چرا جمهوری اسلامی با دولت آمریکا مذاکره کرد، مخالفان دولت جمهوری اسلامی مثلا در داخل، میگن که این مذاکره برای ایران واقعا نفع قابل دسترسی نداشت و بیشتر در واقع یک امتیازاتی داد ولی امتیازاتی نتونست بگیره. ببینید اقتصاد ایران مثل یک بیمار است که در حال احتضاره. یعنی شما حتی یک مسکمش بدید خیلی مهمه، اگه بتونه 10 روز دیگه هم بیشتر طاقت بیاره خیلی مهمه. وضعیت اقتصاد ایران انقدر بده، بازارهای ایران به روی جهان انقدر بسته است، انتقال پول به ایران و از ایران به خارج انقدر دشواره و انقدر بخش خصوصی فلج هست، بخش دولتی تمام رفته توی کاتگوری یا مقولات تحریم‌های مختلف، که واقعا برای جمهوری اسلامی مهم هست تا یه حدی، تا یه اندازه‌ای، حتی به طور موقت بعضی از این تحریم‌ها حتی اجرا نشن، نه اینکه برداشته بشن، حتی اجرا نشن، حتی تعلیق بعضی از این تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی اهمیت مهم داره. اما اینکه آیا اقتصاد ایران نجات پیدا خواهد کرد، اما اینکه آیا سرمایه‌گذاران خارجی اعتماد می‌کنن که بیان در ایران در بخش صنعت مثلا نفت، گاز و بخش‌های مهم سرمایه‌گذاری کنن، در آینده نزدیک این اتفاق نخواهد افتاد. اما اینم توجه داشته باشین که این نکته که میگم ربطی به هیچ کدوم از این رئیس جمهورا نداره. یعنی هر رئیس جمهوری بیاد ناگزیر، جمهوری اسلامی ناگزیر هست باش مذاکره بکنه، هر رئیس جمهوری بیاد ناگزیر هست که یک چیزی به ایران بده و یک چیزی از ایران بگیره. بنابراین تفاوت‌های خیلی عمده‌ای بین آقای ترامپ و آقای بایدن نخواهد بود اونطور که خیلی از ایرانی ها ممکنه تصور کنند. اجازه بدین از آقای فیروزی این رو بپرسم. آقای فیروزی، آیا شما با این نظر موافق هستید که فرق چندانی بین آقای بایدن و آقای ترامپ نیست در برخورد با ایران؟ این به نظر میرسه که نظر رسمی جمهوری اسلامی هم هست، بارها این رو گفتن برای ما فرق نمیکنه، خود رهبر جمهوری اسلامی هم گفته. با سلام خدمت شما و آقای خلجی و بینندگان عزیز، من تصور میکنم تفاوت بسیار زیادی بین
آقای بایدن و آقای ترامپ برای مذاکره با ایران خواهد بود. من اصلا تصور میکنم که آقای ترامپ جدی نیست برای مذاکره با ایران. ممکنه او بگه در عرض یک هفته یا یک ماه اولین تلفن از ایران به من خواهد شد نشد. به دلایل متعدده. اول اینکه اگر آقای ترامپ قصد نزدیکی و مذاکره مستقیم با ایران داشت، دستور ترور سردار سلیمانی رو نمیداد. چون این خودش الان یه چالش جدیدتری رو بر روابط دو کشور افسوده. دوم اینکه آقای ترامپ خیلی قابل پیشبینی نیست. درسته که این ویژگی خاص او هست، اما تا حالا زوایای دیدگاه او نسبت به منطقه خلیج فارس عمدتاً ناشی شده از دیدگاه آقای نتانیاهو، محمد بن زاید و محمد بن سلمان، و این دومین مسئله است. سومین مسئله‌ای که هست اینی که شما خانم بخشوری حالا توضیح مفصلی دادن، اما به یاد داشته باشین که امریکا از بزرگترین وارد کننده نفت جهان تبدیل شده به یکی از سه تولید کننده بزرگ نفت جهان امروز، با یه رقابت فشرده با روسیه و عربستان، و حالا خودش بازارهای جدیدی رو طلب میکنه. لذا برای این بازارهای جدید او لازم بود که ایران و ونزوئلا رو از بازار خارج کنه. حالا نه حتما لزوما این دو کشور، اگه این دو کشور نبودن کشور دیگری رو هم، کمان که لیبی الان هم از بازار خارجه، تا اینا رو بتونه بازار اونها رو به دست بیاره. همین الان آقای ترامپ در واقع تونسته گاز LPG که ایران به چین صادر میکرد اون بازار رو به دست بیاره. الان میتونسته روزانه روز 400 تا 450 هزار بشکه میانات گازی که ایران به کره جنوبی صادر میکرد رو به دست بیاره، و اون به این سادگی نمیاد که اینها رو برگردونه. الان طلبی هم که ایران از کره جنوبی داره که میگه انتقال پول، من با این دیدگاه آقای خلجی کاملا موافقم که یکی از بزرگترین مشکلات الان مسئله انتقال پول ایران هست. همین پولی است که ایران از جاهای مختلف طلب داره و این اجازه داده نمیشه. ولی اما در عوضش به نظر من آقای بایدن رسما اعلام کرده من به برجام برمیگردم. نکنین برجام از این که هم در واقع یک میراث بزرگی است برای دولت آقای اوباما و آقای بایدن، خودش هم سالها معاون ایشون بوده و باید این کار انجام بشه، صورت میپذیره. و اینکه برجام بر تقدیر حاصل 12 سال مذاکره مقدماتی و 2.5 سال مذاکره فشرده دیپلماتیک در بالاترین سطوح 6 کشور بزرگ جهان بوده، یعنی اون 5 کشوری که برتریه در اون مذاکره بودن که نمیشه کشور کوچیک تلقی کرد، و این برمیگرده. اما اگر از من بپرسین که بی قید و شرط این کار انجام میشه، نه، آقای بایدن میدونه که کاملا اون چرا که بر ایران گذشته و اون چرا که تحریم ها صورت پذیرفته، این تحریم ها در واقع اثر کرده و باید با دست پر بیاد و ایران ما به ازاش چیزی بدهد تا وارد برجام بشود. ولی وارد برجام خواهد شد، اما این برجام آیا متممی خواهد داشت؟ من فکر میکنم حتما. و آیا مذاکره که در کنار اون صورت میپذیره؟ من با این موافقم. من تصور نمی‌کنم که مثلا فردا اگر آقای بایدن پیروز انتخابات شد بگه خب اوکی من از فردا برمیگردم به برجام. این نیاز به مذاکره داره، بسیار فرآیند پیچیده است. اولا فراموش نکنید که صنعت نفت، وزارت نفت ایران، وزیر نفت ایران تحریم، سپاه پاسداران تحریم، بخش عظیمی از صنعت ایران به خاطر ارتباط با سپاه تحریم هست. برگردوندن اینها به سادگی نیست، حتی اگر آقای بایدن، اگر قرار بعد از اومدن آقای بایدن هم دوباره مذاکره لازم باشه. شما گفتید که آقای ترامپ هم بیاد به هر حال مذاکره صورت میگیره، برای که ایران لازم داره این مذاکره رو. آقای ترامپ هم خودش گفته بلافاصله من با ایران مذاکره میکنم. این قراره که هر دو مذاکره کنن، چه فرقی بین این دو هست اساسا؟ ببینید، نه فرقی از این جهت نیست، اما
یک لحظه به این فکر کنید که چرا برجام ادامه پیدا نکرد، چرا برجام شکست خورد؟ به دلیل اینکه برجام پروژه یک حزب آمریکا بود و توافق دو حزب پشت سرش نبود، به خاطر اینکه متحدان اصلی آمریکا در منطقه در جریان مذاکرات قرار نگرفتن و موافق نبودن با نتایج مذاکرات. بنابراین جمهوری اسلامی یک بار از این سوراخ گزیده شده، بار دیگه نمیاد با یک دونه حزب، حالا چه آقای بایدن باشه چه آقای ترامپ باشه، مذاکره بکنه و به همون سرنوشت دچار بشه که برجام. دست جمهوری اسلامیه اصلا این که به هر حال جمهوری اسلامی تضمین خواهد خواست که این بار تضمین خواهد خواست که شما یک جوری مذاکره بکنین که رئیس جمهور آینده آمریکا یا در یک شرایط دیگه نتونین به این راحتی یک شبه برجام پاره بکنین. ببینید یعنی جمهوری اسلامی آقای خامنه ای در مخیلش نمی گنجید که آقای ترامپ یک روزی اینطور راحت از برجام بیرون بره. به خاطر همین بود که گفت اگر آمریکا برجام رو پاره بکنه ما آتش خواهیم زد. اینقدر به اصطلاح اعتماد داشت، ولی این اتفاق افتاد. بنابراین این بار ضمانت‌های بسیار محکمی خواهند خواست. آقای فیروزی، صحبت آقای خلجی رو می‌شنوید، نظر شما چیه؟ آیا جمهوری اسلامی الان در موقعیتی هست که برای چنین مذاکره‌ای شرط و شروط بذاره و بخواد که حتما تضمین‌های دقیقی بهش داده بشه؟ تهران در مرحله نخست اول میخواد بتونه که صادرات نفت خودش رو آزاد بکنه. من برخلاف خانم وخشوری که اعتقاد داشتم بین 500 تا 700 هزار تا، من تصور نمی کنم که این اصلا نه مورد قبول خود ایران باشه و نه آقای بایدن. و ایران میدونین که از جنگ قیمت ها اصلا حراسی نداره و در دوره گذشته هم که وقتی به بازار برگشت بعد از اینکه شش قطعنامه صادر شد، ما دیدیم سهم بازار خودش رو پس گرفت با جنگ. اینها بخوان کار رو انجام بدن، یعنی بخوان ضمانت لازم رو بگیرن، مشکل اساسی در اینجا بوده که برجام یک تفاهم نامه بوده نه یک معاهده بین المللی. و چون یک تفاهم نامه بوده لذا اون آنچرا که اونا رو ملزم میکرد این بود که از نظر نزاکت سیاسی سعی داشته باشیم از اون چرا که قطعنامه 2231 اون وقت و چون در شورای امنیت در واقع مصوب شده قطعنامه 2231 اون وقت ضمانت اجرا خواهد داشت. اما واقعیت امر اینه که این ضعف عینی بوده و تعهداتی رو که طرف مقابل داده بیشتر غیر عینی بوده و میتونسته خروج بکنه. کما اینکه حتی آقای ترامپ هم وقتی خارج شد اروپایی ها هم نتونستن کاری بکنن. یعنی اونقدر این قدرت اقتصادی امریکا و مخصوصا قدرت مالی و بانکی امریکا که به نظر من نه برای تهران چنین چیزی، چین و روسیه که امریکا دارای چنین قدرتی است که میتونه فلج کنه واقعا. نه اینکه واقعا الان چینیان نخوان به ایران کمک کنن یا روس ها نخوان کمک کنن یا حتی فرانسوی ها و آلمانی ها و خصوص، واقعا بخش زیادی رو نمیتونن و این قدرت مافوقی که امریکا در بخش مالی و بانکی داره، این به نظر من یکی از اون مسائلی است که دیر یا زود جامعه بین المللی براش یه فکر خواهد کرد. آقای خلجی، بیشتر بحث ما الان روی زاویه اقتصادی، من عذرخواهی می‌کنم، امیدوارم این صدا در پخش نباشه چون در پس زمینه ما صدای خیلی بلندی میاد چون فضا باز هست و هر حال طبیعی اینا. آقای خلجی، ما در مورد بحث اقتصادی بیشتر صحبت کردیم، در مورد زاویه سیاسیش به من بگید. برای بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی به نظر میرسه که آقای ترامپ رو در نقش یک مسیحی می‌بینن که قرار هست که ایران رو نجات بده. آیا واقعا میشه چنین نقشی برای او قائل شد و اساساً با چه پروسه‌ای ممکن هست که اگر آقای ترامپ در کاخ سفید بمونه 4 سال دیگه تغییر عمده‌ای رو در مورد ایران شاهد بشه؟ اگر اجازه بدید فقط یه نکته راجع به موضوع قبلی من اضافه کنم و اون این است که جمهوری اسلامی، اگر در مورد شخص آقای خامنه‌ای صحبت می‌کنیم، همونقدر به ترامپ و جمهوری‌خواه بی‌اعتماد هست که به بایدن و دموکرات‌ها. آقای خامنه‌ای کسی است که وقتی که اوباما برای اولین بار، اولین رئیس جمهور آمریکا بود که نامه خصوصی نوشت به آقای خامنه‌ای و برای اولین بار کلمه جمهوری اسلامی رو به کار برد به جای رژیم، یعنی حتی جمهوری اسلامی رو به رسمیت شناخت،
آمریکایی که همیشه جمهوری اسلامی متهم کرده اینکه میخواد تغییر بده رژیم ایران رو، آقای خامنه ای اومد در مشهد و سخنرانی کرد، گفت این دستهای مخملی است، این دستهای آهنین زیر دستکش مخملی. یعنی از اون ابتدا و حتی به کسی مثل اوباما که اینقدر دنیا بهش اعتماد داشت و خوشنام بود حداقل در اون اوائل اینقدر بی‌اعتماد بود. بی‌اعتمادی آقای خامنه ای نسبت به هر دو حزب خیلی عمیق هست. مذاکراتی که در آینده اتفاق خواهد افتاد بسیار بسیار دشوار هست، بسیار دشوارتر از قبل. پارامترهای بسیار جدیدتری وارد شده. جمهوری اسلامی توانایی‌های موشکی بیشتری داره نسبت به 6 7 سال پیش. توانایی تخریبی بیشتری در منطقه داره. معادلات در منطقه عوض شده. وضعیت سوریه تغییر کرده، وضعیت یمن تغییر کرده. بنابراین صلح ابراهیم در جریانه. در مجموعه چیزها نشون میده که مذاکرات بسیار دشوارتری از قبل در بین خواهد بود. علاوه بر اینکه باید آقای خامنه ای صبر کنه دوره آقای حسن روحانی تمام بشه و در حقیقت رئیس جمهور جدیدی بیاد و یه تیم مذاکره کننده جدیدی بیاد، با تمام اینا یه سری دعوای سیاسی است در خود ایران بین خود جناح‌ها و خلاصه یه پروسه بسیار دشواری پیش میونه. اما از نظر سیاسی ببینید، خب اینا نتیجه انسداد سیاسی است در ایران. یعنی در ایران ما الان در شرایطی به سر میبریم که نه افقی برای اصلاح دیده میشه نه افقی برای انقلاب. در چنین شرایطی که انسداد هست، یعنی مردم نمیدونن چه بکنن و نمیتونن کاری بکنن، جامعه مدنی بسیار بسیار ضعیف است، سطح سرکوب حکومت بسیار بالاست، میزان که خشونت‌هایی که در این دو سه سال اخیر به کار برده شده نسبت به استاندارد خود جمهوری اسلامی خیلی بالا بوده و این نشون میده که جمهوری اسلامی خودش رو در شرایطی میبونه که از کاربرد بی حد و حساب خشونت هیچ ابایی نداره. در چنین شرایطی مردم رویاپردازی میکنن، یعنی امید میبندن به اینکه دستی از قید برون آید و کاری بکنن، ها شب بخوابن صبح باشن دموکراسی بیاد، در حالی که هیچ آمریکا میتونه کودتا بکنه، آمریکا میتونه جنگ بکنه، اما آمریکا نمیتونه حتی اصلاحات بیاره یا انقلاب بیاره، نه انقلابی رو میتونه بیاره دموقراسی. نه اصلاحات دموکراسی هرگز، هیچ دموکراسی نیست که از بیرون شما بتونید پیوند قلمه بزنید، یه گیاهی باشه بتونید قلمه بزنید. دموکراسی یه چیزیه که از بطن جامعه پیش میاد. دموکراسی در درجه اول نیاز داره به پذیرش تکثر، نیاز داره به تحمل، نیاز داره به شنیدن صدای مخالف، نیاز داره به رسمیت شناختن طرف مقابل، نیاز داره به اینکه شما مخالف خودتون رو به رسمیت بشناسید. اینا چیزاست که شما فکر می‌کنید پارامترهایی که گفتید رو ندارن مخالفان فعلی جمهوری اسلامی؟ ندارن. شما اصلا به این دعواهایی که بین مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی، من اولا اعتقاد ندارم که ما مخالفان سازماندهی شده داریم، غیر از مجاهدین خلق که یک سازمان هستن که از ابتدا یک اصلا یک سیستم دیگری بودن و در ایران محبوبیت ندارن و اقلیتاً در خارج هم ندارن. غیر از اونها ما مخالف نداریم به اون مفهوم. ما یک گروه‌های خیلی کوچیکی داریم و بعد البته در رسانه‌های اجتماعی صدای اونها بالاست. ما چیزی به نام مخالفت سیاسی در ایران نداریم. مخالفت سیاسی نیاز به حزب داره، نیاز به سازمان داره، نیاز به ایدئولوژی داره، نیاز به رهبری داره، نیاز به انسجام داره. هیچ کدوم از اونها رو ما در ایران نمی‌بینیم. بذارید از آقای فیروزی سوالی بپرسم در مورد همون بحث مذاکره، برای اینکه در ایران همواره این مطرح میشه که مثلا محافظه‌کارا اگه به خودشون باشه و خودشون بخوان مذاکره بکنن براشون خیلی هم راحته و این کارو میکنن، اما اگر مثلا گروه مخالفشون قرار باشه مذاکره بکنه سنگ اندازی میکنن و برای همین بر همین اساس میگن اگر که قرار باشه مذاکره ای هم با هر کدوم از این رؤسای جمهوری در آینده صورت بگیره باید حتما در تهران هم دولت جدیدی سر کار اومده باشه و برداشت این هستش که دولت باید دولت در واقع نزدیک به هسته سخت قدرت باشه. نظر شما راجع به این چیه؟ آیا باید صبر اون کسانی که علاقمند به مذاکره هستن بیشتر کرد تا به اون نقطه برسیم؟ من تصور نمی کنم، برای اینکه دولت و اصولا نظام جمهوری اسلامی تا به تحمل اینکه تا خرداد هیچ نوع مذاکره‌ای به خصوص با روی کار اومدن آقای بایدن نداشته باشه رو نداره. یعنی شرایط اقتصادی به گونه ای است که باید هر چه زودتر مذاکره شروع بشه یا حداقل سیاست چشم‌پوشی یا ایگنور پالیسی از سوی امریکا صورت بپذیره که ایران بتونه و
بخشی از توان مالی خودش رو که در خارج از کشور داره منتقل بکنه یا بخشی از نفت خودش رو. شما میدونید که در زمانی که ایران زیر فصل ششم منشور سازمان ملل متحد بود با 6 قطعنامه لازم الاجرا، وقتی که مذاکرات پنهان، دیپلماسی پنهان صورت میپذیرفت، در واقع همه قدرت‌های بزرگ این سیاست چشم‌پوشی رو نسبت به انتقال نفت ایران داشتن انجام میدادن و ارز به ایران وارد میشده، هیچ مشکلی نداشته. الان هم میشه قبل از اون انجام داد و من به استنباطم اینه که وقتی که ایران تا به امروز تحمل کرد که با آقای ترامپ وارد مذاکره نشه، حتما یک چراغ سبزی رو از سوی دموکرات‌ها داشت که این پوان رو نده، چون آقای ترامپ برای اینکه برای خودش یک میراثی در سیاست خارجی بذاره، اول در پی این بوده که اون معامله قرن رو در فلسطین اجرا کنه که موفق نشد، و بعد اومد طرح صلح قطر رو راه انداخت که بتونه مسئله در واقع افغانستان را اجرا بکنه، که اون رو به همراه آنچرا که شما حالا طرح ابراهیم نام بردین ارائه بکنه در سه مناظره‌ای که بنا بود بشه، که بنا بود یک مناظرش در مورد سیاست خارجی باشه، به عنوان دستاورد خودش اعلام بکنه. اما دیدیم که در همون مذاکره دوحه هم او با شکست مواجه شد، و اتفاقا یکی از نقاطی که حالا ایران در فشار هست، در سخت‌ترین فشارها هست، اما همچنان که آقای خلجی فرمودن، ایران هم الان دیگه شرایط تغییر کرده، ابزارهای جدیدی رو در سیاست خارجی داره، شرایط گوناگون داره، از جمله اینکه خود واشنگتن بهتر از هر کسی میدونه که در دوحه چه گذشت و چرا اون نتونست که قبل از انتخابات اون رو ارائه بده. و لذا برای ایران انجام مذاکره ضروریه، و ضمن اینکه مذاکره در ایران همیشه، یعنی حداقل در برجام اینجوری بوده که در مقام رهبری در جریان کل مذاکرات بوده، و شما شاهد بودین که در عرض نیم ساعت در مجلس، با اینکه مجلس در دست محافظه‌کاران بود، برجام به تصویب رسیده. لذا اینجا خیلی مثل امریکا متنوع نیست، اینجا در واقع در برای مذاکره کردن منسجمن. اما اینکه آیا دستاورد رو کدوم یک از دو جناح بتونن برای خودشون به پای خودشون بذارن، به شرایط اقتصادی کشور برمیگرده. اگر شرایط اقتصادی کشور به گونه ای باشه که بتونن تحمل بکنن تا مثلا تیر ماه 1400، خب شاید بتونم، ولی من چنین وضعیتی رو در تهران نمیبینم. یعنی اونقدر فشار سنگینه که حداقل باید اگر دیپلماسی پنهان بخواد صورت بپذیره، باید زودتر شروع بشه و اون سیاست چشم پوشی هم شروع بشه. آقای خلجی، شما نظرتون چیه در مورد اینها؟ فکر میکنید که ایران صبر میکنه برای 1400، یا اینکه به محض اینکه مشخص شد بالاخره چه کسی در کاخ سفید، باید انتظار داشت که ایران همون دیپلماسی گفتگو رو فعال کنه؟ اگر آقای ترامپ رئیس جمهور بشه بمونه، خب کار خیلی ساده تر هست، چون که اینا میتونن آقای خامنه ای، اگر فراموش نکرده باشین سال 2011 آقای خامنه ای با وزارت خارجه آقای احمدی نژاد مذاکرات شروع نکرد، در حقیقت مذاکرات عمان رو دور زدن آقای احمدی نژاد رو. این دفعه هم میتونن دور بزنن آقای روحانی رو، و اگر قرار بشه که مذاکره کنن در زمانی که آقای روحانی رئیس جمهور هست، حتما دور خواهند زد، به خاطر اینکه انقدر آقای روحانی رو بدنامش کردن، یعنی خود سیستم تبلیغاتی جمهوری اسلامی انقدر بدنامش کرده و انقدر سر برجام مجلس الان باش مخالف هست و بخش عمده از محافظه‌کاران باش اصلا کسی نیست که فردا آقای خامنه بگه من اینا رو فرستادم دوباره مذاکره بکنن. خود آقای خامنه بارها و بارها از برجام انتقاد کرده. بنابراین اگر آقای ترامپ رئیس جمهور بمونه، کار دشوار نیست. آقای خامنه میتونه یک تیم جدیدی رو انتخاب بکنه که اینها مذاکرات رو به اصطلاح محرمانه آغاز بکنن. اما اگر آقای بایدن رئیس جمهور بشه، نه، به خاطر آقای بایدن تیمش رو نچیده. آقای بایدن تازه ژانویه به کاخ سفید خواهد رفت، تازه اون زمان حق نداره که هیچ کاری بکنه، در حقیقت قانونا مجاز نیست که هیچ اقدامی انجام بده. از اون زمان هم باز چند ماه طول خواهد کشید تا بتونه کابینش رو در حقیقت بچینه، شورای امنیت ملی، وزارت خارجه، یعنی میرسیم به همون
میرسیم به 2400. بله میرسیم به 2400. یعنی عملا از نظر بروکراتیک و از نظر اداری زمان طول خواهد کشید. و آقای فیروزی، اگر بخوایم که هنوز خیلی زود هست که بخوایم در مورد نتیجه این انتخابات صحبت بکنیم، اما اگر که قرار باشه که مثلا تهران بخواد که مذاکره بکنه، آیا تهران خودش رو در آماده کرده؟ آیا شما هیچ شواهدی میبینید که مثلا اونها برای برنامه‌ای داشته باشن برای مذاکره مثلا بلافاصله با تیم آقای ترامپ یا نه؟ لزوماً من فکر می‌کنم که حتماً در تهران هر دو سناریو بررسی شده است. یعنی سناریویی که آقای ترامپ بر سر کار بیاد چه باید کرد و آقای سناریویی که آقای بایدن بر سر کار بیاد چه باید کرد. این که یقیناً بعد از 40 سال حکومت این بررسی شده است. اما اینکه آیا اینها میتونن و به سرعت موفق بشن و آیا انجام بدن، من فکر میکنم یه مقدار با تردید نگاه کرد. برای اینکه آقای ترامپ اگه بر سر کار بیاد، فقط جز اینکه شخصیت غیر قابل انتظار آقای ترامپ یه کار عجیب غریب بکنه، که اون که آقای ترامپ شما دیدین که اومده رفته و با طالبان صلح کرده و طوری صلح کرده که این صلح اصلا واقعا برای افغانستان بسیار بسیار شرم‌آوره، که 5000 زندانی طالبان رو که اکثرا متهم به ترور بودن رو بی قید و شرط آزاد کرده، حتی از اونها آتش‌بس هم نگرفته. یعنی حتی برای مذاکره دوحه آتش‌بس هم نگرفته و این رو تونسته انجام بده. لذا شخصیت آقای ترامپ غیر قابل انتظاره. دومین مطلب که به نظر من تهران باید خیلی متوجه قضیه باشه و اون اینه که اگر آقای ترامپ ببازه و آقای بایدن برنده بشه، در این مرحله تا 20 ژانویه یعنی اول بهمن دوران بسیار سختی رو تهران خواهد گذروند. برای اینکه آقای ترامپ شخصیتی است بسیار عصبی و با تصمیمات غیر معقول و حتی برخورد نظامی هم ممکنه خطرش بالاست که پیش بیاد، به خاطر اینکه چرا ایران قبلش نیومد با من مذاکره نکرد و چرا من به عنوان یک آثار در واقع دیپلماسی برای خودم باقی نذاشتم. چون واقعا عملا چیز خاصی و ایشون از سیاست خارجی برای خودش به عنوان یک میراث اگر به بازه چیزی باقی نذاشته. اون چرا که حالا صلح ابراهیم گفته میشه و اینها میشه، این همه میدونن که این یک فشاری بود که ایشون بر حلقهای ضعیف اعراب که به او وابسته بودن وارد کرده و حالا بحرین و امارات حتی نتونسته عربستان رو هم قانع به این بکنه که این کار بکنه، چون بعد از شکستی که اونجا انجام داد. لذا این دورانی که از فردای اعلام انتخابات تا 20 ژانویه است دوران بسیار سخت و خطرناک در حوزه امنیت ملی برای ایران خواهد. آقای خلجی شما با این نظر موافق این اکتشافه؟ بله، فقط این نقطه توجه کنیم که ایشون گفتن که عجیب هست صلح آمریکا و ایران و طالبان، عجیبتر از اون صلح ایران و طالبان هست. یعنی طالبان که اصلا دشمن ایران هست از نظر ایدئولوژی، که اصلا تشیع رو کافر میدونن و فلان، ولی میبینید این اتفاقات میفته. من فکر میکنم که نباید نادیده گرفت احتمال این که ایران هم یک کار غیر قابل پیش بینی انجام بده. یعنی فقط نباید گفت ترامپ کار غیر قابل پیش بینی انجام بده. پذیرش قطعنامه در سال 1367 خودش یه چیز غیر قابل پیش بینی بود. جمهوری اسلامی که میگفت جنگ جنگ تا پیروزی. بنابراین آقای خامنه ای شاید آخرین رئیس جمهور آمریکاست که در 4 سال آینده خواهد دید به دلیل سنش. و کسی است که اگر مسئله آمریکا رو و رابطه ایران با آمریکا رو به یک حد با ثباتی نرسونه، ممکن هست که وارثان آقای خامنه‌ای نتونن در کوتاه مدت این مسئله رو حل بکنن. یعنی آقای خامنه‌ای اگر 2 سال دیگه 3 سال دیگه از دنیا بره و مسئله ایران و آمریکا به این حد از تنش باشه، وضعیت اقتصاد ایران به این حد از بحران قرار داشته باشه، درهای ایران به روی بازار جهان بسته باشه، انزوای سیاسی بر ایران تحمیل شده باشه، ایران ممکنه که آقای خامنه‌ای ممکنه میراث خودش رو که حفظ جمهوری اسلامی هست
از بین بره و میراث بدی به جا بگذاره. بنابراین هیچ بعید نیست که آقای خامنه ای یک تصمیم غیر قابل پیش بینی بگیره. ممنونم از شما آقای خلجی اینجا و همینطور از آقای فیروزی در تهران، ممنونم که در این بحث شرکت کردید. ممنونم از شما که با این صفحه دوی ویژه همراه ما بودید. برنامه ما فردا هم به شکل ویژه از اینجا ادامه خواهد داشت، برنامه صفحه دوی ویژه پوشش انتخاباتی آمریکا. با ما همراه بمونید. شب روزتون خوش.